روی عرشه کشتی آیرون دوک ناوگان سلطنتی بریتانیا هستم و اینجا محل برگزاری نمایشگاه تسلیحات نظامی و دفاعی لندن، یکی از جنجالی ترین نمایشگاه های دنیا، جایی که بعضی از پیشرفته ترین تسلیحات نظامی و دفاعی برای فروش به نمایش گذاشته میشن و یکی از جنجالی ترین موارد استفاده از هوش مصنوعی هم در همین تسلیحات نظامیه. به اینجا آمدیم تا ببینیم از هوش مصنوعی چگونه در میدانهای جنگ استفاده میشه. وقتی صحبت از هوش مصنوعی یا ماشین‌های بدون سرنشین توی میدان‌های جنگ میشه، تصویر چنین پهپادها و درون‌هایی به ذهنمون میاد. این پهپاد یا درون به خصوص یکی از پیشرفته‌ترین انواع پهپاده که میتونه به خودی خود و بدون دخالت انسانی از زمین بلند شه یا تیک آف بکنه، ماموریتش رو انجام بده و به زمین بشینه. البته این پهپاد مسلح نیست و فقط برای ماموریت‌های تحقیقاتی استفاده میشه. برعکس ماشینی که اینجا میبینیم، همونطور که میبینیم این یک ماشینه که کاملا مسلحه و سازنده های این ماشین میگن که این ماشین میتونه کاملا بدون هیچ دخالت انسانی خودش تصمیم بگیره و شلیک بکنه، اما به دلایل مختلف این اتفاق هنوز نیفتاده. با پولدار، مدیر عامل شرکت ملرم صحبت میخوام بکنم و ببینم که چرا این اتفاق هنوز نیفتاده. یکی از چالش‌های اصلی ما اینه که چگونه این ماشین‌های هوشمند رو با نیروهای انسانی در میدان نبرد در ارتباط بگذاریم. این ماشین‌های جدید قرار نیست وسیله‌ای تازه در دست سربازان ما در میدان جنگ باشن، بلکه قراره جای سربازها و نیروهای انسانی رو در نبرد بگیرن. در میدان نبرد و در کنار سربازها این ماشین‌ها میتونن چه فایده‌ای داشته باشن و چه امتیازی بر نیروهای انسانی دارن؟ بزرگترین فایده اینا اینه که عده کشته‌شدگان در جنگ رو کاهش میدن. مثلا در یک عملیات جنگی میتونین بعضی از سربازها رو با این ماشین‌ها جایگزین کنین و تعداد کمتری نیروی انسانی رو در معرض خطر بذارین. در ضمن این ماشین خسته نمیشه، نیاز به استراحت هم نداره. خب اینها همه امتیازه. اما هوش مصنوعی تنها در میدان‌های جنگ استفاده نمیشه. این یک نمونه از هوش مصنوعیه که قابلیت تشخیص صورت‌ها رو داره و میتونه به همراه دوربین‌های مداربسته برای ماموریت‌های پلیس و ماموریت‌های امنیتی و شناخت مثلا تروریست‌ها یا تبهکاران استفاده بشه. هوش مصنوعی این روزها در تسلیحات نظامی استفاده میشه. مثلا در این قایقی که قابلیت این رو داره که بدون سرنشین مینیابی بکنه و مینها رو خونسا بکنه. اما در عملیات نظامی کشنده هنوز تصمیم نهایی رو انسان میگیره. فرانک حمیدی، بی بی سی، محل برگزاری نمایشگاه تسلیحات نظامی و دفاعی لندن.